فکر کنید یه جنازه ای رو دو سال بعد از مفقود شدنش توی غیر ممکن ترین حالت ممکن پیدا بکنن و خیلی دوست دارم توی اینتروی ویدیوم توضیح بیشتر بدم و ولی هیچی نمیگم چون این از اون پرونده هاست همون پرونده هایی که خودم خیلی دوست دارم از اونایی که حیف میگین اینه بعد میگی نه اینه بعد میبینی اصلا اینه و در همین راستا پس توضیح اضافی بهتون نمیدم فقط در جریان باشید که با یک پرونده شوکه کننده اومدم امشب و جدای از این پرونده ای هم که امشب میخوام براتون روایت کنم آخر این ویدیو هم یه دو کلوم حرف با شما میخوام بزنم سلام من علی هستم نمسیس و اینجا هم که گزارش محرمان است اگر از همراه های قدیمی ما باشید که خوب میدونید اینجا کجاست دیگه اما اگر از دوستای جدید ما هستید باید بگم باید که ما اینجا هر هفته چند تا پرونده ای عموماً حل شده و ازن حل نشده رو روایت میکنیم به سبکی متفاوت و خاص پس یادتون نره که دکمه ساب رو بزنید تا از پرونده های بعدیمون جا نمونید لایک هم به نظرم همین الان بزنید دیگه شاید یادتون براخه مقصد مشخصا دردناکه اوف شدید مسیر هم گمراه کننده و جذاب بریم سراغ پرونده حل شده خانم الیزابت ریکس الیزابت میشل ریکس متولد 14 آگوست سال 1983 در شهر پورتسموس ویرجینیا بود و تمامی دوستان و آشنایان و فامیل و هرچی که بود همگی تصمیم گرفتن که الیزابت رو لیز صدا کنن همون کاری که قرار من هم تا آخر پرونده انجام بدم هیچ اتفاق عجیب و غریبی توی زندگی لیز نیفتاده بود هرچند که اطلاعات کمی هم در رابطه با کودکیش وجود داره اما تا جایی که ما میدونیم لیز مثل یک دختر نرمال و عادی مدرسه رو رفت و توی خانواده نرمالی هم بود تا دهه سوم زندگیش یعنی 20 سالگی به بعدش لیز یه دوست خیلی خیلی صمیمی هم داشت به اسم کلندرا داکت که عجب اسم عجیبی هم داره کلندرا این کلندرا خانوم هم در واقع از بچگی توی ویرجینیا بزرگ شده بود و از اون روزی که لیز رو میبینه دیگه این دوتا هیچ از هم دیگه جدا نشدن این دوتا دختر دهه 20 سالگیشون رو یعنی دهه سوم زندگیشون رو یه خونه میگیرن و با همدیگه توش زندگی میکنن لیز یه دختر کامل و تمام ایار بود خوی جنگجو و سرزندهی داشت اهل گشت و گذار و طبیعتگردی بود و یک برونگرای به تمام معنا محسوب میشد از اینا که کل روز و کار کنن باز هم انرژیشون تموم نمیشه همینطور قلب مهربونش هم همه رو جذب خودش میکرد همین هم بود که در واقع کلند را خانوم داستان ما رو با لیز خیلی صمیمی کرده بود و باعث شده بودش که اینا در حدی با هم دیگه صمیمی بشن که بخوان دیگه همخونه بشن لیز آرتیست هم بود و توی زمینه رقص و موسیقی فعالیت میکرد در کل اگر بخوام خیلی ساده شما رو با روحیات این آدم آشنا کنم باید بگم که جریان زندگی هیچ وقت برای لیز ستاپ نمیشد ستاپ متوقف نمیشد هر زمان که یه چیزی رو تجربه میکرد و روحش به آرامش میرسیده دوباره یه حرفه و یه رشته جدید رو شروع میکرده و روی تفریحات جدیدش وقت میذاشته و همه تلاشش رو برای به نحو احسنت انجام دادن اون کار میکرده در واقع میشه گفت خیلی آدم به اصطلاح پشنت یا همون پرشور و شوقی بوده برای اطرافیانش تمام این ویژگیایی هم که دارم براتون تعریف میکنم ازش از بچگی توی شخصیت این آدم وجود داشت همونطور که گفتم لیز و کلندرا خانوم توی نورفولک ویرجینیا با همدیگه زندگی میکرد همینجا لازمه که بگم که بزرگترین ایستگاه نیروی دریایی تو کل دنیا هم توی همین شهر نورفولک ساخته شده و اونجا همیشه پر از نظامیهای آمریکایی یا اونجا زندگی میکنن و یا اینکه محل کارشون اونجاست و صرفا اونجا کار میکنن و همین هم باعث میشه که لیز با یکی از همین آدم ها ملاقات کنه و مسیر زندگیش به کل تغییر کنه مرد جوانی به اسم متیو سالیوان متیو اصالتا اهل مینیسوتا بود و اون بره از زندگیشو توی نورفولک مشغول خدمت به نیروی دریایی آمریکا بود تا حالا که دیگه خوب لیز رو شناختین دیگه اون اینجوریه که وقتی یه چیز جدیدی وارد زندگیش میشه انقدر برای اون چیز وقت و انرژی میذاره تا وقتی که دیگه به یه جایی برسه که به خودش بگه آخیش چقدر به این چیز جدید زندگیم توجه کردم رو هم جلو پیدا کرد در واقع الان متیو با ورودش به زندگی لیز به اون چیز جدید تبدیل شده بود و کاشون لحظه میدونستن که دارن وارد چه مسیری میشن اما خب لیز رسما کور و کر یا همون عاشق شده بود واقعیت رو نمیدید بلکه یه سری کلیشه مبنی بر سکسی بودن مردای نظامی جلوی چشمش رو گرفته بود فکر میکرد دیگه حالا که با یه همچین مردی وارد رابطه شده دیگه گل و زده هم از نظر مالی تامینه هم مردش موقعیت شغلی و اجتماعی به شدت خوبی داره و از همه مهمترم برای اون این که خیلی جذاب و ارتشی و فلان و بهمان اینا همه فاکتورهایی بوده که لیز توی همه روابطش دنبالش میگشته و حالا یه جا به صورت قلمبه داشت تقدیمش میشد خلاصه این دوتا وارد رابطه میشن و وقتی هنوز خیلی هم از شروعش نگذشته بوده از محل کار متیو بهش اطلاع میدن که برای یک مأموریتی باید به سندیگوی کالیفرنیا نقل مکان کنه حالا من دارم اینجوری صحبت هم میکنم راجع به متیو فکر نکنید حالا داستانیه این بنده خودم واقعا لیز رو دوست داشته و خیلی هم توی رابطهشون خوشحال بوده و واقعا هم هیچ جایی نمیتونست یک زن قوی و پرشور و شوق دیگه ای مثل لیز پیدا بکنه اما حالا هنوز هیچی نگذشته بود باید از همدیگه دور میشدن و لانگ دیستنس وار به رابطهشون ادامه میدادن و این چیزی نبود که هیچ کدومشون توی این مرحله از زندگی بخوان همین میشه که یه لامپ بالا سره دوتایشون بینگ روشن میشه که خب چجوری مشکل رو با همدیگه حل بکن <تصفح> حدس بزنید چجوری مشکل رو حل میکنن بله تصمیم میگیرن که ازدواج کنن و با همدیگه برن سندیگو و اینگونه شد که سه ماه فقط سه فاکین ماه بعد از آشناییشون با همدیگه ازدواج کردم و ببینید من یه بررسی کردم و از این سه تا حالت نمیتونه خارج باشه داستان اول اینکه متیو خیلی بگیر بوده حالت دوم این که لیز خیلی شوهری بوده و حالت سوم هم اینه این که هر جفتشون یه تختشون کم بوده که خودم به تنهایی با اکثریت قاطع آرا به گزینه سیر رای دادم و تق تصویب شد کل داستان رو هم با یه عروسی خیلی هول هولی سرتش رو هم میارن و خطبه عقد که خونده میشه عقد خیلی بعیده خطبه عقد که خونده میشه الیزابت بود دو دو اول از همین میره فامیلی خودش یعنی ریکس رو به ریکس سالیوان تغییر میده و تبدیل میشه به الیزابت میچل ریکس سالیوان که قاعدتا باید با سید دانیال معین آل داوود ازدواج میکرد و اون و اون ریکس فامیلی خودش رو هم توی رودرباسی نگه داشته و چون هر جا که میرفت خودش رو لیز سالیوان معرفی میکرده بعد از اونم میره تا برای اسباب کشی آماده بشه و مثل همون چیزی که همیشه آرزوش رو داشت به عنوان همسر یک نظامی توی جامعه بدرخشه که خب <applause> چون توی همین هاگیر واگیر جمع و جور کردن وسایلش بود که لیز با کلندرا خانوم تماس میگیره و خبر بارداریشو به دوستش میده و واقعا خواهر من یه دقیقه وایسا برسی بد یعنی تمام کسایی که الان نشستن توی اتاقشون دارن به داستان زندگی تو گوش میدن از این همه تغییر و تحول اذیت شدن تو خودت چه جوری میتونی واقعا یعنی فکرشو بکنید توی سه ماه هم عاشق بشی هم ازدواج کنی هم حامله بشی هم بخوای بری توی شهر جدید زندگی تو از اول شروع بکنی خانم یه دقیقه صبر کن با همه این اوصاف اما هیچ چیزی قرار نبود مانع رسیدن لیز به آرزوهاش بشه و گفت از پس همه اینا برمیاد با خودش فکر میکرد شاید این همون مسیریه که من باید طی کنم تو زندگیم تا موفق بشم ولی خب خیر اینطور نیست خانم لیز خلاصه این دوتا کفتر عاشق بارو رو جمع میکنن و از ویرجینیا به سندیگو مهاجرت میکنن متیو لیز و البته بچه توی شکم لیز تا وارد خونه میشن و مشغول بازگردن کارتون و چیدمان خونه میشن دیلیلیلینگ دیلیلیلینگ رئیس متیو باش تماس میگه میگه که داداش آماده رو باید بری برای ماموریت خارج از کشور این خبر لبخند لیز رو, رو روی لباش ماسوند اما خب بالاخره ارتش آمریکاست و هیچ کاری اونجا شوخی بردار نیست از طرفی هم خود متیو هم اصلا احساس نمیکرد که یه مشکل این وسط هست و همسرش به تازگی باردار شده و توی اون شهر قریبه و هزار و یک تا مشکل دیگه وجود داره نخیر صد البته که خود لیز هم با اینکه یک حاله نامیدی اومده بود روی زندگیش اما خب این دقیقا همون چیزی بود که میخواست همسر یک فرد نظامی بودن لیز خیلی زود خودش رو جمع جور میکنه و با این فکر که خودکرده را تدبیر نیست دوباره امید رو به زندگیش وارد میکنه و سعی میکنه خودش رو با این شرایط جدید وقف بده حالا لیز یک مادر بارداره که تقریبا داره به تنهایی زندگی میکنه و شوهرش هر چند وقت یک بار توی بازه های خیلی خیلی کوتاه به دیدنش میاد زندگی به همین منوال ادامه پیدا میکنه و لیز بچه اولش رو به دنیا میاره و شرایط کاری متیو هم تغییری پیدا نکرده بود چون مثل سال گذشته به ندرت به خونه سر میزد اما توی همین به ندرت سر زدن گل بود و به سبزه نیز آراسته شد شاید بپرسید چرا؟ هیچ خانم لیز بچه دومش هم باردار میشه یعنی لیز همین جوریش هم دست تنها توی زندگی داشت بهش سخت میگذشت و واقعا دیگه قرار بود چجوری هم به بچه تازه متولد شدهش رسیدگی بکنه هم به توراهیش توی عکسای خانوادگیشون هم البته به نظر نمیرسید که هیچ کنوشون اونقدر هم ناراحت از شرایط باشن متیو که اصلا هیچی بهش سخت نمیگذشت چون عملا هیچ مسئولیتی روی گردنش نبود اون حتی گواینامی رانندگی هم نداشت یعنی نه تنها لیز همه کارهای خونه رو میکرد بات آلسو متیو رو هم این و اونور برد در حالی که این خیلی چیز عجیبیه که یک نظامی گواهینامه رانندگی هم تو نداشته باشه یعنی من اگه جای لیز بودم واقعا به شک میکردم که تایمایی که میگه مموریته، داره یه جای دیگه دنیا یه زندگی دیگه ای رو برای خودش میکنه و گاهی هم میاد و یه سکس ریزی با لیز داره و یه بچه جدید و نرفا اما لیز انگور کلا همچنان داغ بود و نمیدونست چه اتفاقی داره میفت بعد ماشاله اصلا یه جوری هم این دوتا فعالیت میکردن که هیچ وقت لیز حتی نتونست افسردگی بعد از زایمان رو تجربه بکنه چون در درجه... جا یکی دیگه <تصح> و این دوتا واقعا از تک تک سانیه های زندگیشون کنار هم داشتن نهایت استفاده رو میکردن یعنی یه لحظه نفس بگیرید این وسط مسطا حالا هر دفعه که میاد که نباید بشه دوباره هم هم دیگه میوه پوست بکنید شاید اونم تازه بچه هم به دنیا نمیاد بعدش واقعا یه وقتای آدم تو یک شرایطی قرار میگیرن که خودشون متوجهش نیستن و باید یک قدم عقب بیان و از بیرون اون باکس به زندگی اوضاعشون یه نگاهی بندازن و متوجه بشن که خب شاید مسیر درستی رو انتخاب نکردن و اوضاع اونقدرام جالب نیست این دقیقا اتفاقی بود که برای لیز داشت میافتاد رابطه ای که با شوهرش داشت اون چیزی نبود که برنامهش رو ریخته باشه یا حتی نزدیک به زندگی باشه که متیو بهش قولش رو داده بود براش بسازه و لیز برای فهمیدن این حقیقت نیاز به زمان داشت با گذر زمان لیز کم کم حس می کرد که یه چیزایی توی زندگیش کم داره و یه چیزی این وسط داره لنگ میزنه کم کم اون برق و شور و زندگی از چشماش رفته بود و لیز قدیمی داشت از درون میمرد اون کل تایمش رو با بچهاش میگذروند و بقیه زمانش هم صرف خونهداری میکرد الان دیگه نه تفریحی داشت نه دوست خاصی داشت و نه حتی کسی که باهاش بتونه حرف بزنه و حداقل اون بهش بگه که شاید تو باید لایف استایل رو تو تغییر بدی هیچ کسی رو نداشت که بخواد باهاش درد و دل بکنه و ازش چهار تا حرف درست و درمون راجب به زندگی خودش بشنوه هرچند که ظاهرش رو خوب نگه داشته بود و به نظر میرسید که خوشحاله اما یه روز صبح از خواب بیدار شد و با خودش تصمیم گرفت که دست دست کردن و کلنجار رفتن دیگه بسته شاید اگر یه خورده تایمش رو با آدمای بزرگسال بگذرونه و چند تا دوست و هم صحبت و یه سری تفریح های جدیدی برای خودش پیدا بکنه همچین بدم نمیشه البته که اصرار دوستاش و خانوادش که هنوز توی ویرجینیا بودن و تلفنی و آنلاین با هم در ارتباط بودن هم توی گرفتن این تصمیمش بی تاثیر نبود حداقل شاید اینجوری میتونست از باطلاقی که توش گیر کرده بیرون بیاد میدونیم به خاطر اون کارکتری که داشت خودش میدونست که یه چیزی این وسط میلنگه اما متاسفانه نمیخواست اینو پیش خودش اعتراف کنه که زندگی که ساخته از پای اشتباه بوده توی یکی از همون تلاشهایی که لیز برای پیدا کردن یک دوست داشتش در حالی که داشت کالسکه بچهش رو حل میداد یا میروند که کالسکه بچه چیکار میکنن حتی در هر صورت موتور سواری باش نمیکنن حالا حالا همون دیگه داشت کالسکه بچهش رو میبرد جلو میرسه به یک مغازه عینک فروشی و گفتگوی لیز با آقای فروشنده از آو چه بچه های گوگولی دارین شما شروع میشه و تا آخر شب وقتی که نیتن کرکتر همون فروشندهه بخواد مغازه رو ببنده ادامه پیدا میکنه این دوتا کل روز رو با همدیگه در رابطه با هر چیزی صحبت کردن لیز از زندگیش میگفت و نیتن هم مثل همه آدمای دیگه مجذوب لیز شده بود همون یک روز کافی بود که یک دوستی عمیقی بین لیز و نیتن شکل بگیره اونا خیلی با هم سعی می شده بودن و خصوصی ترین مسائلشون رو با همدیگه در میون میذاشتن یه جورایی توی همون زمان کم تبدیل شده بودن به بهترین دوستای هم و در واقع یه بخش جدا نشدنی از زندگی هم دیگه حضور نیتن دقیقا همون چیزی بود که لیز توی سندیگو بهش نیاز داشت هرچند این بخش از زندگی لیز یه جورایی داشت سر و سامون پیدا می کرد و روحیه یه لیز رو بهتر کرده بود اما از طرف دیگه بخش زناشویی زندگیش همچین تعریف خاصی دیگه نداشت در واقع دیگه زندگی زناشویی وجود نداشت لیز رسما یک مادر مجرد شده بود که سه ماه بعد از آشنایش با متیو ازدواج میکنه باردار میشه و دقیقا از زمانی که پاشو توی سندیگو میذاره داشته خودش تنهایی از پس همه مشکلات زندگیش برمی اومده لیز و متیو اصلا زمان زیادی رو با همدیگه نگذرونده بودن تا بتونن زندگی زناشویی رو تجربه بکنن و راه و رسمش رو یاد بگیرن فقط به تعداد انگوش شماری سکس داشتن که از بین اونها هم مشاله دوتاش به هدف خورد و شرایط زندگی رو برای لی سختتر و سختتر هم کرد حالا حتی دیگه همین سکس معمولی رو هم با هم نداشتن و جدا از همدیگه میخوابیدن و هر روزشون شده بود جنگ و دعوا این دو نفر اون قدری که برای یک زندگی مشترک لازمه همدیگه رو نمیشناختن و جالب این که برعکس لیز متیو برای حل مشکلاتشون تلاش خاصی هم حتی نمیکرد بدتر از همه اینا متیو به خاطر مأموریتایی که همیشه درگیرشون بود حتی بچه های خودش رو درست حسابی نمیشناخت و از عادتها و رفتاراشون خبر نداشت بچه ها هم خب طبیعتا خیلی احساس صمیمیت با پدرشون نمیکردن چون همونطور که بهتون گفتم خیلی به ندرت میدیدنش مثل این فامیلایی که اید عید میان خونمون و ما نمیدونیم دقیقا چه نسبتی باشون داریم از اونایی که میان دمه در و کلی ماچوبوسه آبدارم میکنن و بعد تو همش میخوای بگی ببخشید شما کدومشون بودین ولی خب نمیتونی بهش بگی خلاصه لیز اینو کاملا پذیرفته بود که فقط دوتا بچه با هم دارن و کم, کم مسیر زندگیشون داره از همدیگه جدا در واقع هر کسی داشت برای خودش زندگی میکرد لیز تمامی این مسائل رو در قالب درد و دل با نیتن به اشتراک گذاشته بود و نیتن هم از همه این بالا و پایین های روابطشون مطلع بود لیز معتقد بود که هر وقت که متیو خونه نیست من و بچه ها به یک ثبات خوبی توی زندگیمون میرسیم و همه چیز روی نظم و روتین خودش پیش میره اما به محض اینکه متیو برای مرخصی میاد خونه دوباره همه برنامه هاشون به هم میریزه و تا خودش رو بچه ها میان به این شرایط عادت کنن متیو دوباره باید بره سر کار و لیز میمونه و اون خونه و زندگی آشفتش دو سه سال از مهاجرت لیز و متیو به سندیگو میگذشت که این بار متیو قرار بوده برای یک مدت خیلی طولانی خونه بمونه و معموریت نره همین تایم یک جابجایی توی محل زندگیشون دارن و کل خانواده همراه هم به یک مجتمعی که مخصوص خانواده های نظامی بودش نقل مکان میکنن برای همین هم لیز فرصت رو مقتنم میشموره و به نیتن میگه که هنوز ناامید نشده و دوباره میخواد برای زندگیشون تلاش کن چه از این بهتر که حالا شوهرش اومده بود پیش خودش و بچه هاش و لیز میتونست زندگی که همیشه دلش میخواست رو کنار بچه هاش و شوهرش بسازه سال 2014 وقتی که لیز 32 سالش بوده میره پیش متیو تا با همدیگه صحبت کنن و مشکلاتشون رو با همدیگه در میون بذارن و حلش کنن لیز شروع میکنه از تمامی احساساتی که نسبت به متیو زندگیشون داشته باهاش صحبت کردن تا بلکه یک فرجی بشو بتونن کنار هم حداقل شبیه به یک خانواده نرمال زندگی کنن چون هنوز هم به نظرش اوضاع اونقدرها هم بد نبودش و میشد این زندگی رو ساخت تا اینکه نظرش عوض میشه و میفهمه که نه خیر از این خبران نیست بعد از اینکه لیز راجع به همه مشکلاتش با متیو صحبت میکنه برای حلشون راه حل میده متیو میگه بابا چه مشکلی ما که اصلا مشکلی با هم دیگه نداریم خوب زندگیمون همینه که هست هیچ کاری هم نمیخواد بکنیم دنبال چی میگردی خانم لیز یعنی اگر لیز با دیوار صحبت میکرد احتمال خیلی زیاد بازخورده بهتری میگرفت یعنی این مرد نه تنها وجود همه این مشکلات رو انکار میکرده چیه سوفی بات also حاضر نبود که یه قدم به خاطر زن و بچهش بخواد برداره صوفی هم اینجا دیگه شاکی شده اینجای داستان باید به اینم اشاره کنم که هنوزم آقا گواهینامه نگرفته بود و اصلا قصدش هم نداشت بابا گواهینامه رو واسه خودت بگیر ستون نمیخواد واسه زن و بچهت بگیری اگر هنوز لجتون نگرفته باید اینم بگم که در آخر صحبتهاش اینم اضافه میکنه که قرار کل خانوادهش همون هفته پاشن بیان سندیگو باشون زندگی کنن یعنی تایم بهتر از اینم پیدا نکرده بود واسه دادن این خبر بدون هماهنگی با لیز و همه خانوادهشم هم که دارم میگم همستا یعنی مادرش دوست پسر مادرش خواهرش و دیگه خود متیو لیز و دوتا بچه هاش هفت نفری قرار بود توی یه دونه خونه سازمانی زندگی کنن و باز هم تکرار میکنم این کار رو بدون هماهنگی و مشورت با لیز انجام داد لیز با شنیدن این حرف دیگه خونش به جوش میاد که خب حقم داشت چون مدت ها بود که داشت با این مشکلاتی که واسش تعریف کرده بود دست و پنجه نرم کرد کلی هم وقت و انرژی گذاشت تا براشون یه راه حلی پیدا کنه و اونا رو با هرش در میون بذاره و این شد تش جوابش این چه کاری بود متیو مشکلات لیز شاید یه مقدار به زبون ساده به نظر بیاد و بشه راحت از کنارش گذشت اما رابطه ای که کل مسئولیت هاش رو دوش یک نفر باشه و اون طرف ترازو کاملا سبک باشه کم کم خشم اون پارتنر رو برمیانگیزینه و همین مشکلات کوچولو میتونه پیامدهای بسیار بزرگی رو به دنبال داشته باشه در نهایت وقتی متیو خبر مهاجرت کل خانوادهش به سندیگو رو میده لیز اونقدر عصبانی میشه که دیگه نمیتونستش تحمل بکنه متیو رو و خودش هم نمیفهمه که چجوری از خونه میزنه بیرون و میره سمت خونه نیتن تا با اون حداقل یک ذره صحبت بکنه و بلکه کمی آروم بشه چون الان دیگه اونجا تنها جایی بودش که میتونست آروم بگیره و صد البته که خب جای دیگه ای هم نداشت لیز میره پیش نیتن و تصمیم میگیره که شب رو هم همونجا بمونه و خونه بر نگرده و پلن اون شب هم قاعدتا اشک و گریوزاری بودش بعدها نیتن تعریف میکنه که لیز قبلا توی صحبتاش اشاره کرده بود که به فکر طلاقه اما حالا که متیو به هیچ وجه قرار نبود باش همکاری کنه دیگه برای این تصمیمش مصمم شد فردا صبح لیز با چشمای پف کرده از خواب بیدار میشه و یکم خودش رو جمع جور میکنه و راهی خونه خودش میشه تا تصمیم تصمیمش رو با متیو در میون بذاره و این قائله رو دیگه ختم کنه اونم چه ختمی نیتن توی کل تایم دوستیش با لیز هیچ وقت اون رو اینقدر آشفته و با حال خراب ندیده برای همین هم خیلی نگرانش بود و از وقتی که لیز خونش رو ترک کرد همش منتظر بود تا لیز برسه به خونه خودش و بهش خبر بده و بهش بگه که مثلا نتیجه صحبتاش با متیو چی شد ولی وقتی میبینه هنوز لیز باهاش تماس نگرفته خودش بهش زنگ میزنه تا حداقل از حالش با خبر بشه و مطمئن بشه که دیگه اتفاق بدی براش نیفتاد خوشبختانه لیز هم جواب تلفنش میده اما رسما داشت پچ پچ تور با نیتن صحبت میکرد پشت تلفن لیز پشت تلفن میگه که حالش خوبه اما الان نمیتونه صحبت کنه و فردا خودم با تماس میگیرم فردا از راه میرسه 13 اکتبر 2014 یک دوشنبه معمولی بود مثل همه دوشنبه ها اما دلشوره دست از سر نیتن بر نمیداشت همش چشمش به گوشیش بود تا لیز بهش زنگ بزن طرفای بعد از ظهر میشه و نیتن میبینه هنوز خبری از لیز نشد در نتیجه باز هم تصمیم میگیره که خودش باش تماس بگیره اما این بار دیگه لیز جواب تلفنش رو نمیداد یه بار دو بار سه بار نه خیر مثل اینکه فایده ای نداشت اون شب هم بدون خبر از لیز میگذره فرداش دیگه نیتن طاقت نمیاره و به خود متیو زنگ میزنه و بله متیو نیتن رو میشناخت و همدیگه رو هم دیده بودن و اصلا یه چند باری هم با همدیگه رفت و آمد داشتن بعد از چند تا تماس ناموفق بالاخره متیو جواب تلفنش رو میده اولش نیتن خیلی بد به بد دلش راه نمیده چون میدونست که اون روز قرار بود خانواده متیو از راه برسن و ممکنه که خب خیلی سرشون شلوغ باشه و برای همینم گوشی و جواب ندن وقتی که نیتن به متیو میگه که دیرو لیز قرار بود بهش زنگ بزنه اون نزده و الان میخواد که با لیز صحبت کنه متیو میگه که لیز اصلا خونه نیست و اون هم از دیروز اصلا ندیدتش و مگه پیش تو نیست نیتن لیز کجاست متیو در ادامه میگه که ببین بین من و لیز یک جر و بحث کوچیکی سر اومدن خانوادم به اینجا پیش اومد و من فکر میکردم که لیز رفته یه گوشه یا خونه ی تو مثلا یه آب و هوایی عوض بکنه و یه صحبتی بکنه درد و دلی بکنه و زود برمیگرده ولی من هم الان کاملا ازش بیخبرم با اینکه خود نیتن همه اینا رو از قبل میدونست و متیو داشت حقیقتش رو بهش میگفت اما یه چیزی ته دلش بهش میگفت که آقا یه جای کار داره اینجا میلنگه دلیلش هم این بود که لیز یک مادر فوقالعاده بود و به هیچ عنوان امکان نداشت که بچههاش همینجوری بذاره خونه و یه روز کامل بیخبر بذاره بره و اینجوری بود با خودش که خب حالا اوکی ولی زنگ زدن به پلیس نمیتونه ضرری داشته باشه این وسط برای همینم دوباره گوشیش رو بر میداره و این بار شماره 9وانوان رو میگیره نیتن به اپراتور 911 میگه که ببینید <تصفح> میدونم که من خانواده درجه یک دوستم نیستم اما اون دیروز از خونه من رفته تا بره خونه پیش شوهر و بچه هاش و قرار بود به محض اینکه برسه خونه با من تماس بگیره اما این کارو نکرده الان گوشیش گوشیشو جواب نمیده بعدم من الان زنگ زدم به شوهرش اونم از دیروز خبری نداره ازش میشه خواهش کنم رسیدگی بکنید به این داستان اپراتور هم, هم تو که میتونید حدس بزنید میگه خب دوست شما این خانم عاقل و بالغ دیگه اگه چند روز دیگه ازش خبری نشد بازم زنگ بزنید خدا نگهدار تق و قطع میکنه و بله چند روز میگذره و خبری از لیز نمیشه نیتن دیگه واقعا دل تو دلش نبود اما با این حال تصمیم میگیره دوروبر متیو نگرد دقیقا از فردای گم شدن لیز خانواده متیو اومده بودن توی خونش رو به خوبی و خوشی داشتن زندگی میکردن یعنی واقعا هیچ کس توی اون خونه براش سوال نمیشد که پسر زنت کجاست؟ این عروس خانم ما کجاه؟ در حالی که از اونور نیتن داشت جلز و ولز میکرد تا بتونه لیز رو پیدا بکنه همینطور هم خانواده لیز اونا توی ویرجینیا توی این چند روز که از غیبت دخترشون باخبر شده بودن دائما پای تلفن نشسته بودن تا بالاخره یک تماسی از لیز یا حداقل پلیس بشه بهشون سه روز از تماس نیتن با 911 گذشته بود که بالاخره پلیس سان دیگو غیرت به خرج داد و یک پروفایل مفقودی برای لیز تشکیل داد و رسما لیز سالیوان رو به عنوان یک شخص گم شده اعلام کرد سراسر اون شهر پر شده بود از پوستر و عکس‌های لیز و همچنین رسانه ها هم این خبر رو حسابی کار کردن و منتظر موندن تا ببینن چه نتیجه میتونن بگیرن تیم پلیس اولین قدم هاش رو با جستجوی خونه و محل زندگی لیز شروع میکنه تا ببینن یک ردی نشونی چیزی ازش پیدا میشه یا نه و عجیب این که ماشین لیز صحیح و سالم توی گاراژ پارک شده بود و هیچ چیز مشکوکی هم توی اون گاراژ وجود نداشت یه گاراژ مثل بقیه گاراژهای دنیا یه سری جعبه و خرت و پرت و فریزر و اینجور چیزها اونجا بود توی خود خونه هم هیچ چیز مشکوکی نبود لیز و متیو همونجوری که زندگی های جدا از هم داشتن متاسفانه اتاق خواب های جدا از هم هم داشتن دیگه این اواخر اتاق لیز به هم ریخته به نظر میرسید اما توی خونه ای که دو تا بچه کوچولو توش باشه خب چیز خیلی عجیبی نیست این داستان به گفته ماتیو تنها چیزی که از خونه کم شده بود یه چمدون گوشی لپتاپ و البته که خود لیز بود دیگه چون میدونید که از نظر متیو احتمالا لیز هم یک وسیله محسوب میشد دیگه ولی سوال اینه که اگر لیز رفته و به قول متیو چمدونش هم رفته پس چرا ماشینش رو با خودش نبرده این عجیب نیست یه چیز دیگه که متیو بهش اشاره میکنه و اونو در اختیار پلیس میذاره تا بررسیش کنن دفتر ژورنال لیز که توش چیزای جالبی نوشته بود و ممکن بود بتونه پازل پازل خیلی بعیده دوستان و ممکن بود بتونه پازل گم شدن لیز رو حل کنه بررسی حسابهای بانکی لیز نشون میداد که اون فردای روز گم شدنش یعنی سه مقدار قابل توجهی پول از حساب مشترکش با متیو برداشت کرده و به حساب شخصی خودش واریز کرده بود که این یه جورایی در واقع به این معناه که لیز با پای خودش از خونه رفته بیرون و این پول رو هم مخصوصا به حساب خودش ریخته چون میدونست که میخواد فرار کنه از اونجا پوشش خبری که رسانه ها انجام دادن باعث شد یک افسر پلیس جلو بیاد و بگه که صبح روز سهشنبه لیز رو توی یک زمین فوتبال توی پارک با ظاهر آشفته و به هم ریخته دیده بودتش و حتی باش صحبت هم کرده و ازش پرسیده که چیزی شده که اینقدر داغونی خانوم که آقای پلیسی خیلی حرف زشتیه و اون خانومی هم که گویا لیز بوده میاد میگه که نه چیزی نیست و به هم ریختگی ظاهر من به خاطر اینه که دیشب رو مجبور شدم توی خواب توی خواب بپارکم توی پارک بخوابم <laughs> توی خواب این واقعا خبر خوبی بود و حداقل نشون میداد که لیز زنده است ولی حالا که خانم لیز زنده هستش خب کجاه؟ دیگه اینجای داستان متیو هم میاد جلوی دوربین و با رسانه ها صحبت میکنه و میگه ببینید یکی دو روز اول فکر میکردم که لیز به خاطر مشاجره ای که با هم دیگه داشتیم رفته و قرار زود برگرده اما حالا جایی نمونده که دیگه دنبالش نگشته باشم و دیگه واقعا نمیدونم جواب بچه باید چی بدم و بگم مادرشون کجاست پدر لیز یعنی آقای ادوارد ریکس هم میبینه که اینجوری دیگه نمیشه و پا میشه از ویرجینیا میاد سندیگو و با رسانه ها مصاحبه میکنه و تمنا میکنه که اگر کسی خبری از لیز داره و میدونه اون کجاست بیاد جلو بگه چون ممکنه اون بیرون اون در خطر باشه و هر ثانیه ای که میگذره بسیار حیاتیه و ممکنه هر لحظه دیگه برای همیشه دیر بشه همچنین پدرش یک پیج فیسبوک هم برای کمک برای پروسه پیدا کردن لیز میسازه و دائما توش پست میذاشته و از مردم میخواستش که توی پیدا کردن دخترش بهش کمک کنه نیتن اولین کسی بود که برای پیدا کردن لیز قدم برداشته برای همین پلیس هم بد نمیدید که اونو برای یک مصاحبه به اداره پلیس دعوت کنه تا به حرفش گوش کنن بعد از اینکه نیتن از اول تا آخر همه چیز رو براشون تعریف کرد پلیس ازش میخوان که بیاد یک تست دروغ سنج هم بده که همین درخواست باعث میشه که نیتن حسابی قاطی کنه و بگه نخیر. من تست دروغ سنج نمیدم و خب با وجود تمام احترامی که برای آقای نیتن قائلم و بابت تمامی تلاش هایی هم که تا اینجای پرونده برای پیدا کردن لیز کرد ازش ممنونم اما خب قبول کنید که خیلی مشکوکه دیگه این کار از چی میترسی؟ راستی بچه ها لایک کردین؟ میشه لایک کنید؟ مرسی خلاصه نیتن در برابر تست دروغ میگه نه خیر اما در مقابل متیو بعد از صحبتهاش داوطلبانه تست دروغ سنج میده و اتفاقا سربلند هم بیرون میاد و اینجای برونده یه مقدار دیگه پلیسا از سمت متیو میکشن عقب هرچند که در کل هم هیچ مورد مشکوکی واقعا ازش نیدن که بخوان به اون استناد کنن و بخوان متهمش کنن کلا فقط آدم نچسبی بوده این متیو یکی دو ماهی از مفقود شدن لیز میگذره و با وجود این همه خواهش و تمنا و مصاحبه که متیو و خانواده لیز با همه جا میکنن هیچکس هیچ خبری از لیز نداشت یا شاید داشته و نمیگفته م? به هر حال این پرونده هنوز باز بود و پلیس هم دست بر نمی داشت. بررسی نوشته های لیز توی دفتر ژورنالش و همچنین گفته های کلندرا خانم دوست صمیمیش اینو نشون میداد که لیز مبتلا به اختلال شخصیت مرزیه که خب میلیون ها آدم سرتاسر سر دنیا به این اختلال مبتلا هستن و هر روز دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و زندگی میکنن یعنی میخوام بهتون بگم می جز اون اختلال خیلی خاص نیست اما علاوه بر اینکه اون خودش به طور خودجوش تشخیص داده بود که شخصیت مرزی داره اون راه خیلی خوبی رو هم برای مواجهه با این مشکلش انتخاب نکرده بود لیز رو میگم در واقع بدترین راه ممکن رو انتخاب کرد خوددرمانی درمانی نمیدونم چجوری تونسته بود به داروهای اعصاب و روان دسترسی پیدا کنه اما اون داشت بدون تجویز پزشک دارو میخورد و این حالش رو خیلی بد و بدتر کرده بود ببینید بچه‌ها تحت هیچ شرایطی به خاطر مشکلات روانی سرخود دارو مصرف نکنید چون باورتون نمیشه که چقدر خطرناک این کار این رو میگم به خاطر اینکه یکی از دوستانم رو دیدم که چی به سرش اومد در نتیجه لطفا نکنید همین خود درمانی باعث شده بود که به سلامت روانش آسیب بیشتری بزنه و خیلی علنی هم با همه راجع به تشخیص غیر علمی و خود درمانیش میومد صحبت میکرد و همه هم دیگه میدونستن این داستان حالا چرا هیچ نمیومد این وسط جلوش رو بگیره دیگه من نمیدونم واقعا اما یه قدم خوبی که توی این راه برداشته بود نوشتن بود لیز سعی کرده بود با نوشتن یک رمان سر خودش رو گرم کنه البته که محتوای این رمان خیلی برای پلیس ها جالب بود داستان لیز یه جورایی زندگی خودش رو داشت نشون میداد شخصیت اصلی داستان یه خانومی بود که کورکورانه عاشق یک مرد میشه و خیلی زود باهاش ازدواج میکنه و به کالیفرنیا مهاجرت میکنه و همینطور خیلی زود هم بچه دار میشه و نکته جالب رمانش اینجاست که مشکلات و مشغله های زناشویی اون خانم توی اون داستان اونقدر بهش فشار میاره که آخرای داستان تصمیم میگیره دخترش رو رها کنه و از خونه فرار کنه من خودم وقتی داشتم این داستان رو می نوشتم یعنی تا اینجاهای داستان اینجوری بودم که خب اوکی یا ماتیو یا نیتن دیگه ولی وقتی رسیدم به داستانی که داخل رمان لیز نوشته شده بود توسط خود لیز یه واقعا منم به این شک کردم که خب شاید واقعا این دختر فرار کرده از یک زندگی که داشته به فروپاشی میرسیده همینطوری که داشتن نوشته های لیز رو بررسی میکردن و احتمالات رو در نظر میگرفتن همزمان بررسی فعالیت های اینترنتی لیز نشون میداد که یک ماه قبل از مفقودی اون یه اکانت تیندر برای خودش ساخته بود تا یه حالی به خودش بده اینجا بودش که دوباره یه لامپ بالا سر پلیس بینگ روشن میشه که نکنه لیز توی همین تیندر با یکی آشنا شده و الانم هم با همون آدم فرار کرده باشه و خب این یکی تئوری هم همچین بوی خوبی نمیداد چون فرار کردن با کسی که یه ماه میشناسیش قاعدتا کار عاقلانه ای نیست و تیندر هم که کلا جای جالبی نیست و خطرناکه واقعا و ما توی همین کانال هم با دو دوتایی ویدیو ساختیم راجبش پس بعد دست به بونن و شاید بتونن بعد از دو ماه از طریق دیت هایی که لیز به وسیله تیندر داشتن یک سرنخی پیدا کنن خب حالا وقتشه که شما رو با آقای ستیون ساتن آشنا کنن ستیو همون مردی بودش که لیز توی اون زمان کم باهاش آشنا شده بود و اتفاقا اونو به عنوان دوست پسرش به نیتن هم معرفیش کرده بود لیز میگفت ستیو یک مرد تحصیل کرده و آدم حسابیه و برای آینده من و خودش کلی برنامه ریخته و حاضر هر کاری برای من بکنه دقیقا همون چیزایی که متیو برای لیز نداشت اینا دلایل خوبی بود که به خاطرشون به متیو خیانت کنه وقتی نیتن از ماجرای استیو خبردار میشه با خودش فکر میکنه که خب اینکه لیز بخواد با رفتن توی این رابطه ماجرای ازدواجش رو پیچیده تر کنه همچین کار عاقلانه ای نیست اما از اونجایی که خیلی لیز رو دوستش داشت و نمیخواست قلبش رو بشکنه صلاح مملکت خیش خسروان دانند پلیس سریعا استیو رو پیدا میکنه و سعی میکنن باهاش ارتباط بگیرن اما استیو بد جوری مقاومت میکرد از این مزنونای چغره بد بدن بود قشنگ از همون اول کار وکیلش رو میفرسته جلو و تصمیم میگیره هیچ حرفی نزن و با پلیس هم هیچ همکاری نداشته باشه با اینکه کار پلیس رو سختتر میکنه اما اونا تصمیم میگیرن از یه راه دیگه ای وارد بشن و به اطلاعات جدیدی هم دست پیدا میکنن مثل اینکه استیو و لیز رابطه خیلی عمیقی با هم دیگه داشتن در واقع لیز خیلی از روزها وقتش رو توی خونه استیو میگذرونده خونه ای که استیو و هم ایش با همدیگه اونجا زندگی میکردن و از قضا هم خونه ای استیو هم یک دوست دختر داشتش که وقتایی که لیز میرفته خونشون اونم زنگ میزده دوست دخترش بیاد تا چارتایی با همدیگه باشن و منظورم از با هم باشنم با هم باشن معمولیه نه از اون باهم باشن فکری بد نکنید. حالا از بد روزگار این دختره هم از لیز اصلا خوشش نمیومده و کلا به دلش نشسته بودش یکی از همون روزا که به طور معمول دور هم دیگه جمع شده بودن دوست دختر همخونه ای استیو میره دم در که یک سیگاری بکشه جایی که ماشین لیز اونجا پارک شده بود این دختره هم چشمش میفته به ماشین لیز و روی صندلی عقب ماشین دو تا صندلی بچه میبینه از اونجایی که از لیز خوشش هم نمیومد با خودش فکر میکنه که این دختره تفلون نچسب پا میشه هاشو ویل میکنه توی خونه و دم دقیقه پا میشه میاد اینجا دنبال یللی و تللی برای همین هم در اسرع وقت با خدمات اجتماعی کودکان تماس میگیره و لیز رو گزارش میده یعنی <applause> این دختره دیگه چی بوده فردا صبح وقتی لیز با دو تا دخترش توی خونه بود تق 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 کیه خدمات اجتماعی بله یه مامور فرستاده بودن تا وضعیت سلامت بچه های لیز رو تایید کنه لیز همه چیز رو توضیح میده و میگه که آقا دیروز پدر بچه ها باشون توی خونه بوده و برای همین هم من با خیال راحت رفته بودم بیرون معموره هم با اینکه یه سر و گوش یاب میده و میبینه هیچ مشکلی توی شرایط زندگی بچه ها نیست اما میگه من معمورم و معذور موظفم که به پدر بچه ها اطلاع بدم و از اونم راجع به این مسائل بپرسم و شماره ماتیو رو ازش میگیره و خب این یعنی اینکه ماتیو قرار همه چیز رو بفهمه لیز که حالا فهمیده چه اتفاقی افتاده و همه اینا زیر سر کیه به نیتن زنگ میزنه و کل ماجرا رو براش تعریف میکنه بهش میگه که خیلی ترسیده که نکنه متیو از این ماجرا بو ببره و بفهمه که اون دوست پسر داره لیز رسما داشت سکته میکرد وقتی معموره میره پیش متیو تا باهاش صحبت کنه گویا ماتیو به هیچ جاشم نبوده و میگه آره درسته من و زنم فقط روی کاغذ با هم ازدواج کردیم و در واقع زندگی های کاملا جدایی از هم دیگه داریم حالا این طوری ها که متیو داشت نشون میداد هم نبودا و بی تفاوت از این آتویی که گرفته بود نگذشت خیالتون راحت اون میره پرینت تماس های لیز رو میگیره و شروع میکنه به تکس دادن به استیو از اون طرفم برای اینکه یه جورایی به لیز برسونه که من مچ تو گرفتم بهش پیشنهاد میده که بره تست اچ بده اما با وجود اون همه ترسی که لیز داشت دیگه دید آب از سرش گذشته به رابطش با استیو ادامه داد وقتی به گوش ادوارد پدر لیز میرسه که یک استیوی در کار هست که حاضر نیست حرف بزنه و با پلیس همکاری کنه اون خودش دست به کار میشه و زنگ میزنه بهش و ازش خواهش میکنه التماس میکنه که آقا هر چیزی راجع به دختر من میدونی بیا به پلیس بگو چون قاعدتا مشخص بود که با این همه مقاومتی که این آدم داشت معلوم یه چیزی میدونه اون نمیخواد تو دردسر بیفته که نمیاد با پلیس همکاری کنه خلاصه استیو بالاخره دلش به رحم میاد و مقاومتش میشکنه اون برای پلیس ها تعریف میکنه که یک ماه بعد از مفقود شدن لیز یک ایمیل ناشناس از آدرس ایمیل بلی drawn girl دریافت میکن که عجب ایمیل عجیبی داشت و توی اون ایمیل طرف خودش رو لیز معرفی میکن استیو تعریف میکنه که اولش مطمئن نبودم که این ایمیل ها از طرف خود لیز بوده باشه برای همین هم. ازش سوالی رو پرسیدم که فقط خود لیز جوابش رو میدونست ازش پرسیدم که برای کادوی تولدم چی به هم هدیه داده بود که اون هم در جواب گفت یک جاسویچی و بله درست بود ستیف تعریف میکنه که من دیگه مطمئن شده بودم که این کسی که برای من ایمیل رو فرستاده خود لیزه و اون الان زنده است و فقط یک جایی از دست ماتیو و پلیس ها قایم شده پلیسا بعد از شنیدن اظهارات استیو ازش میخوان که این ایمیل هایی که ازشون حرف زده رو بهشون نشون بده که خب استیو هم میگه شرمنده ولی من همشون رو پاک کردم و به نظرم این خیلی عجیبه چون دسترسی به ایمیل های پاک شده خیلی کار راحتیه ولی به هر حال پلیس ها تصمیم گرفتن که بیشتر از این سر به سر استیو نذارن بعد از این همه تلاش برای صحبت کردن با استیو که نتیجه چندانی هم براشون نداشت یک گزارش از بانکی که لیز اونجا حساب براشون میاد که میگه برداشت حسابی که با تاریخ 14 اکتبر 2014 یعنی فردای روز مفقودی ثبت شده بود اشتباه بوده. این جابجایی پول از حساب مشترک به حساب شخصی لیز متعلق به چند روز قبل بوده و بعد از اینکه اطلاعات حساب آپدیت شده به اشتباه تاریخ 14 اکتبر ثبت شده بود. در نتیجه یعنی این برداشت پول بعد از مفقودیش نبوده هنوز هم میشه این تئوری که لیز برای فرارش این پول رو برداشته بود رو پذیرفت اما مسئله مهمتر این بود که بعد از واریز پول به حساب خودش هیچ برداشتی انجام نداده بود و در واقع انگار که هر اتفاقی که براش افتاده بود دیگه وقت نکرده که بخواد اون پول رو خرج کنه جستجوها برای پیدا کردن لیز با گذر زمان یه سیر نزولی داشت یعنی هرچی بیشتر تلاش میکردند که اطلاعات جدید و مفیدی پیدا کنن بیشتر از قبل گمراه می شدن. اما بالاخره بررسی تماس های خروجی از سیمکارت متیو سالیوان نشون میداد روز 13 اکتبر متیو با 911 تماس گرفته بوده اون به اپراتور میگه که فکر میکنه که زنش میخواد بچه رو ازش بگیره و همچنین داره از کارت اعتباریش استفاده میکنه تا علیه متیو وکیل بگیره در ادامه هم میگه که در حال حاضر احزاریه ای از سمت دادگاه دریافت نکرده اما حس میکنه که زنش میخواد زندگیشو نابود کنه یعنی قشنگ داشتش با اپراتور ناینوانوان درد و دل میکرد فکر کنم جالب اینکه یک ساعت بعد از این تماس دوباره به 911 زنگ میزنه و میگه آقا آقا من همون کسی هم که قبلا بهتون زنگ زده بودم و داشتم راجع به زنم اون چرت رو میگفتم تازه تازهشم یه چیز جدیدم فهمیدم این خانم نامرد من پولهایی که از حسابم برداشته رو ریخته به حساب شخصی خودش الانم یه روزه که ازش خبر ندارم و خونه نیومده و قطعا قیافه اپراتور اون ورخت به پوکر حالت خودش بود و به متیو میگه خب داداش من چیکار کنم الان من, من واقعا چی بگم چه کاری دست من برمیاد هر موقع زنت برگشت خونه دوباره تماس بگیر یا آپدیتی هم به ما بده ببینیم به کجا رسید شما دتا که ببینیم میتونیم کاری براتون بکنیم یا نه دیگه همین طرف زنگ نزنم اسکول و تق و... قطع میکن و هیچ تماس دیگه از طرف متیو گرفته نمیشه با اینکه اون موقع متیو فکر میکرد که لیز فقط میخواد بچه ها رو ازش بگیره اما اشتباه میکرد لیز به خاطر لو رفتن رابطش با ستیو و صد البته زندگی گوهی که با متیو داشت پلن کامل ریخته بود اول اینکه طلاق بگیره و بعدم بچه ها رو از متیو بگیره و بذاره و بره و چون میخواست خیالش از عملی شدن نقشش راحت باشه در کنار درخواست طلاقش از متیو بابت ضرب و شتم و خشونت خانگی هم شکایت میکنه که متیو ازش بیخبر بوده اون لیز رو کتک میزده اما نمیدونست که لیز این رو هم زمینه پروندهش کرده حالا دیگه پرونده مفقودی لیز و هواشی دورش کاملا علنی شده بود و کوچکترین اتفاقی که میافتاد سریعا به اطلاع عموم میرسید حتی این شکایت لیز رو هم همه میفهمن و توی این نقطه متیو حس میکنه که دیگه یه جورایی آبروش رفته الان دیگه همه دوروبری ها و همکارا و فک و فامیل فهمیده بودن که توی زندگی خصوصیشون چی میگذشته و برای همین هم از لجش برمیداره تمام عکسایی که از لیز توی سوشال میدیای خودش داشته رو پاک میکنه تمام دوستا و خانواده لیز رو هم آنفالو میکنه و یه جوری نشون میده که انگار اصلا لیز وجود نداشته نه خانی اومده و نه خانی رفته و همچنین از اونجایی که خودش سیمکارت موبایل لیز رو براش خریده بود به کمپانی اون سیمکارت مراجعه میکنه و سیمکارت طرف رو قطع میکنه یه جورایی انگار که اگر لیز زنده هم باشه من دیگه آقا چرا باید خرج این خانم رو بدم ایشون آبروی من داره میبره نمیخوام در واقع داداشمون خیلی به, به باسنش فشار اومده بود انگار اینا هم کافی نبود چون با اینکه فقط و فقط سه ماه از گم شدن لیز میگذشت یه خانومی رو به عنوان پرستار بچه میاره توی خونه خودش که 24 هم تو خونه بمونه و مثلا مراقب بچه ها باشه و از من نشنیده بگیرید ولی داشت دروغ میگفت چون یکم بعدترش توی پروفایل فیسبوکش مینویسه که این a relationship. و با اون خانوم وارد رابطه میشه و تازه خانومه باردار هم میشه دقت کنید که خانواده متیو هنوز دارن توی همون خونه زندگی میکنن پلیس از اینجا مونده و از اونجا رونده دیگه چیزی پیدا نمیکنن که بخوان بهش گیر بدن و تصمیم میگیرن که به متیو یکم بیشتر پیله بکنن و یکم بیشتر توی رفتارش ریز بشن یکم فعالیت های حساب های بانکیش رو بالا و پایین میکنن و می بینن که اواسط اکتبر چندین بار فرشاش رو برای شست و به قالیشویی داده و جدا از اون یکی دیگه از خرجای عجیبش هم برای خریدن پلاستیک های بزرگ و زخیم صنعتی بوده حالا وقتی متیو رو میارن اداره پلیس و دلیل این خریداش رو ازش میپرسند میگه که خب اون موقع خانوادم داشتن میومدن و منم میخواستم خونه رو تمیز کنم دیگه آقا چرا گیر میدی سر همینم هم فرش رو دادیم فرشویی که احتمالاً متیو اولین انسان کره زمین بودش که وقتی مامانش رو دوست پسر مامانش اینا میخواستن بیان خونهش رفته فرشا رو داده فرش کتابی یا ستون از طرفی ها رو هم میگه برای اسباب و اساسیه اونا خریدم چون میخواستم وسایلشون رو انبار کنم و نمیخواستم هیچ خط و خشی روشون بیفته پلیسا میبینن از شخ زدن زندگی متیو چیزی دستشون رو نمیگیره و دیگه کسی هم نبود که بخوام برن سراغش به زندگیش یه سرکی بکشن پس همه چیز دیگه سرد و سردتر شد و پرونده لیز سالیوان هم افتاد یه گوشه کنار بقیه پرونده های حل نشده دیگه تا سال 2016 یعنی دو سال بعد وقتی که متیو دوست دخترش منتظر تولد همون بچه ای بودن که قبلتر براتون گفتم توی همین روزای سال 2016 بود که یک افسر پلیس بازنشسته همراه با سگش کنار خلیج سندیگو روی بافت صخره ای داشتن با همدیگه دوتایی خیلی کیوت و خوشگل قدم میزدن تا اینکه یه چیزی توجه سگش رو جلب میکنه و سگ واق 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 گویان میدوه میره سمت یه چیز این افسر باز میره دنبال سگش و سعی میکنه ببینه که داستان چیه که سگش داره اینجوری بیقراری میکنه و خب داستان بیقرار کننده هم بود واقعا بله جنازه یک انسان به پهلو روی همون صخره افتاده بود پلیسا به صحنه اعزام میشن و جسد رو شناسایی میکنن جنازه خانم لیز سالیوان توی 800 متری خونه خودش و متیو کنار آب پیدا شده بود تست دی ان ای هم انجام میشه و 100 درصد تایید میشه که جسد پیدا شده متعلق به لیزه وقتی این خبر به گوش نیتن میرسه میگه اون لحظه نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت از طرفی بالاخره بعد از دو سال به یک کلوزر یا یک پایانی در رابطه با این پرونده رسیده بودیم اما خب از طرف دیگه لیز از بین ما رفته بود و این قلب من رو به درد می آورد پزشکی قانونی بعد از بررسی ها اعلام کرد که لیز توی لحظه مرگش داروی اعصاب توی بدنش داشته و قسمت وحشتناک ماجرا اونجایی بودش که بدنش پر بود از زخم ها و ضربه هایی که انقدر محکم بودن که استخونهاش رو شکسته بودن اما عجیب ترین نکته این پرونده این بودش که جسد لیز خیلی تازه به نظر می رسید اونقدر که آزمایشات نشون دادن فقط دو ماه از مرگش گذشته بدنش هم کنار آب پیدا شده بود و اگر جنازه لیز توی آب بود تا الان هیچ اثری نباد ازش میمون در واقع اصلا باید تیکه تیکه میشد نه باید یه تیکه میمون خب حالا اگر لیز سال 2014 مفقود شده و جسدش دو سال بعد پیدا شده پس تمام این مدت کجا بود چه بلایی سرش اومده بود که توی 800 متری خونه خودش پیداش میشه همین نشون میده که توی تمام این مدت لیز قطعا همون دور بوده روزی که جنازه لیز پیدا میشه متیو شوهر عزیزش شروع میکنه به پک کردن وسایلش و سه روز بعد سندیگو رو به مقصد مریلند ترک میکنه با وجود این مهاجرت یهویی و مشکوک متیو حالا دیگه خونه اون خالی شده بود و وقت خوبی بود که پلیس ها باز هم برن و یه سر دیگه ای به اون خونه بزن و شاید این بار علم بتونه جواب همه سوالات ما رو بده لومینال یا همون چراغایی که رد خون رو نشون میده وارد عمل میشه و تصاویر نشون میدن که اتاق لیز و همچنین سرویس بهداشتی شخصیش پر بود از لکه های خون اصلا دریای خون بود اونجا فرش هایی که متیو چندین بار برای شستشو داده بود اونقدر خونی شده بودن که حتی به زیر فرش و موکتا هم نفوذ کرده بود این خونه در واقع این رد خونه دیگه ببینید چقدر حجم خون اونجا بوده از طرفی تست دی ای هم نشون میداد که تمامی این خونها متعلق به لیز بوده و بازم نکته عجیب این که این لکه های بزرگ خون هیچ کدومشون تازه نبودن ها و اونقدر قدیمی بودن که میتونستن مال دو سال پیش باشن بازجویی دوباره متیو متاسفانه راه به جایی نمیبره و یک سال دیگه هم به روند این پرونده اضافه میشه حالا دیگه تو سال 2017 یم و سه سال میگذره که این پرونده باز شده و هیچ سرنخ دیگه به جز اون خونه وجود نداره پلیس حسابی داشت همچنان خونه رو میگشت و این بار توی جستجوهای دقیق ترشون یه شکستگی توی تخت چوبهای سقف که میشه اتاق زیر شیروونی پیدا میکنن از اون شکستگی روی سقف این نتیجه رو میگیرن که قطعا یکی رفته اونجا و باید یه خبری اون بالا باشه طولی نمیکشه که توی اتاق زیر شیروانی یه چاقوی نظامی خونی پیدا میکنن میفرستنش آزمایشگاه و دی ای متیو و لیز روی دسته اون چاقو پیدا میشه. همین کافی بود که متیو سالیوان رو به اتهام قتل همسرش لیز سالیوان دستگیر و دادگاهی کنند. اولین جلسه دادگاه متیو سال 2019 تشکیل میشه. کلندرا به عنوان نزدیکترین آدم به لیز توی دادگاه حضور پیدا میکنه و علیه متیو شهادت میده. اون توضیح میده که متیو هم لیز رو آزار روحی میداد، هم دفعات متعددی پیش اومده بود که کتکش زده بود. و لیز شیش ماه آخر رو بابت این مسائل با پلیس تماس می گرفت. همچنین ادامه میده که نیمه شب دوشنبه 13 اکتبر سال 2014 لیز باهاش تماس میگیره و میگه که یک دعوای جانانه با متیو داشته و همینطور که داشتن با همدیگه صحبت میکردن یهو تلفن قطع میشه و این آخرین باری بود که کلندرا صدای صمیمیترین دوستش یعنی لیز رو میشنوه تیم دادستانی به این نتیجه میرسن که روز دوشنبه لیز از خونه نیتن برمیگرده خونه خودش و بحث طلاقش رو با متیو در میون میذاره و کل روز رو هم با هم دعوا میکنن تا شب که لیز توی اتاقش داشتش با کلندرا صحبت میکرده و متیو میاد سراغش و دقیقا توی همون لحظه که گوشی قطع میشه متیو لیز رو به قتل میرسونه پس تیم دادستانی معتقد بودن که لیز سال 2014 به قتل رسیده حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر 2014 به قتل رسیده چرا جنازه دو سال بعد تازه پیدا میشه این گپ به این بزرگی واسه چیه دقیقا حالا یه نفس عمیق بکشید تا حقیقت ماجرا رو براتون بگم همون شب ماتیو لیز رو به قتل میرسونه و جنازه رو لای همون پلاستیک های صنعتی که خریده بود میپیچه همراه با آلت قتاله که همون چاقوی نظامیش باشه و اون رو میذاره توی اتاق زیر شیروانی. بعد از اینکه پلیسا جستجوشون رو برای پیدا کردن لیز توی خونه انجام میدن و هیچی پیدا نمیکنن متیو جنازه رو برمیداره و میبره توی همون فریزیری که توی گاراژ داشتن و به مدت دو سال تمام اونجا نگهش میداره و علت تجزیه نشدن جسد لیز توی تمام این مدت انجماد بودش همین بود که باعث میشه آزمایشات پزشکی قانونی زمان مرگ رو دو ماه قبل تشخیص بدن بعد از اینکه دوست عزیزمون متیو سالیوان همسرش رو فریز میکنه توی همون خونه بچه رو بزرگ میکنه و باز هم بچه دار میشه این مرد یک حیولای به تمام معناست متیو در دفاع خودش تمامی اتهاماتی که بهش وارد کرده بودن رو رد میکنه و خودش رو بیگناه اعلام میکنه دی ای روی دسته چاقو رو قبول میکنه و میگه خب طبیعی دیگه چون لیز زن اون خونه بود و اونجا زندگی میکرد دیگه خب طبیعیه که دی روی تمامی وسایل من باشه از طرفی هم متیو اون دریای خون توی اتاق و سرویس بهداشتی لیز رو هم میگه آقا به خاطر این بودش که این خانم اصلا تعادل روحی روانی نداشته و به خودش آسیب میرسونده منم از دست این روانی چاغو رو از دست لیز توی اتاق زیشیونی قایم کرده بودم که زارت متیو تا پایان جلسات دادگاهش همچنان روی حرف خودش مونده و گفت که لیز سال 2014 فرار کرده و هر کسی که همراهش بوده اونو به قتل رسونده و دلیل محکمش هم این بود که من اگر دروغ میگم پس چطور دست دروغ سنجم و با موفقیت پشت سر گذاشتم و خب دا داش این دلیل خوبی نیست که بخوای توی دادگاه بهش استناد کنید دیگه هممون میدونیم داستان تست دروغ سنج با همه این اوصاف هیئت جوری فقط و فقط یک ساعت نیاز داشت تا فکر کنه و اعلام نظر کنه متیو سالیوان به قتل درجه دوی همسرش الیزابت سالیوان محکوم میشه و قاضی هم با وجود اینکه همچنان متیو به جرمش اعتراف نکرده بود اون رو گناهکار اعلام میکنه در آخر متیوی 36 ساله به حبس ابد با حداقل 16 سال زندان محکوم شد و در حال حاضرم که پشت میله های زندان او مواظب اینه که توی هموم زندان صابونش زمین نیفته در نهایت این بود پرونده حل شده الیزابت ریکس یا همون لیز سالیوان و من هم که علی هستم نمسیست و اینجا هم که گزارش محرمان است جایی که هر هفته داریم پرونده های خفنی رو براتون میاریم حالا نمیدونم این پرونده رو قبلا شنیده بودید یا نه به هر حال دوست دارم این مسئله رو درک کنید که این انتظار که ما پرونده ای رو کار کنیم که هیچ کدومتون تا حالا نشیده باشید واقعا شدنی نیست بچه ها یه سری پرونده ها رو شاید شما شنیده باشید ولی 90 درصد دیگه بچه ها نشنیده باشند و برعکسش از طرفی اوکی اصلا اگر هم شنیده باشید از زبون من که نشنیدید و من همیشه سعی میکنم نوع روایتم متفاوت باشه تا حتی اگر این پرونده متاسفانه برای شما تکراری بود حداقل بتونید از سبک روایت من یک لذتی رو ببرید و من خودم چقدر کیف میکنم وقتی بعضی وقتا میبینم که چند نفری که مثلا به میگن پرونده تکراری بود میان مینویسن که با وجود اینکه تکراری بود ولی روایت نویسیس چقدر حالات و شما نمیدونید چه قندی تو دل من آب میشه خیلی حرف زدم پرحرفی زیاد کردم مرسی که تا آخر این پرونده همراه من بودید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحالم میکنید اگه یه دونه لایک بکنید و یه کامنتی هم برای دل ما بذارید نمیدونم چرا دارم اینجوری صحبت میکنم دیگه فکر نمیکنم چیزی دیگه ای مونده باشه همین دیگه خب بسم الله الرحمن الرحیم Because coffee is never coffee. و همین میشه که یه لامپ بالا سرشون دینگ <applause> دین چی حالا با همه اینها اما هیچ چیزی قرار نبود جلوی ری... ریز که لیز رو بگیره تا پدر لیدز لیدز بعیده گل بود که دید. به سبزه نیز آلاسته شد آلاسته بعید آراسته ای بابا توفی یا میای جلوی دوربین یا نمیای میای جلوی دوربین نه خیر کاش شما صوفی رو اون دوربین میدیدید داره چیکار میکنه <applause> این قشنگ نشسته داره گوش میده به این پرونده امیدوارم لایک فراموش نشه صوفی جان و هیچ چیز مشکوکی هم توی اون گاراژ ن... وجود ن... وجود ندید و هیچ چیز مشکوکی هم توی اون گاراژ وجود نداره وجود ویدیو یه مقدار طولانی شد دوستای ما اومدن خیلی زشت شده نه 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 من کل زندگی این چیزی که این میگه نیست نه آناناس نمیگه